أقول شيء فبراير، أقول شيء فبراير. ده هوا دی او شمیر مطرحو سیاسی او جهادی مشرانو د سولې پاړه د پښتو ناسو په تعقیب په یو بل غونډه کې چې د پیر سید احمد ګیلانی په کور کې جوړه شوې و ل روان بحراني وضعیت څخه د وټلو د سولې د هڅو د بیا پیلولو په باب د ګډ دریز او میکانیزم پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. پوخانی ولسمشر حامد کرزي د غونډې ته په خپلو خبرو کې د هلمند وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې په هیواد کې قتل عام روان دی او دا خپل دنده بولی چې د پردیو ګټو لپاره روانې تحمیلي جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. کرزي له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې له خارجیانو سره د مذاکراتو تر څنګ له افغانانو سره هم خبرې وکړي. قتل عام است در کشور ما، قتل عام، ای قتل عام وظیفه ماست که ختمش کنیم. ای جنگ تحمیلی بیرونی را، ای جنگ منافع بیگانه را. پس صدای ما برای صلح است، صدای ما برای آزادی خاک است. و ای کوشش خدا ما مردم افغانستان وظیفه ملی ماست که خاک خود و طفل خود از رنج دیرینه و از رنج بسیار جانگداز عمیق به ساحل نجات برسانیم. د افغانستان پخوانی ولسمشر هیواد د بهرانیانو د دسیسو قربانی یادوي او پر طالبانو او افغان دولت غږ کوي چې له نورو مطرحو سیاسي ډلو سره په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي. تحریک طالبا بیاین با مردم خود صحبت کنین، با خارجا صحبت میکنین بکنین، ولی صلح اصلی و نشست اصلی باید با مردم خودتان باشه. از این تفریقی است که پیش شده که یک طرف ما طالب است، دیگر طرف ما دولت هستیم که اونا سر ما ظلم کرده میتانه. پس سلام میکنیم سرشان که بیاین با همتانایتان در مذاکره بشینین و در یک جرگه بزرگ وطن ما بشینین، با خارجا معامله خود بکنیم. سیاسی تیری او جهادی مشران وای په وسنۍ شرایطو کې سوله لومړیتوب دی او انتخابات به هیواد له بالقوه خطر سره مخ کړي. دوی وای د بحران د حل لپاره باید یو څوک موجود وي او نه غواړي په انتخاباتو کې په ګډون سره ځانونه د بحران برخه وګرځوي. اما ما نخواستیم در بحران بالقوه انتخابات بخشی از بحران بوده باشیم. به این دلیل نگرانی خود را با مردم افغانستان شریک ساختیم و گفتیم که ما به هیچ صورت نمیخواهیم بخشی از بحران باشیم، بلکه با عنوان جهت سوم میخواهیم جزی از راه حل و نجات افغانستان از بحران باشیم. وقتی که ما شب بزرگترین شهرهای خود را عملیاتش تامین نتانیم، مسجد ما مسئول نباشه، مدرسه ما مسئول نباشه، مکتب و کلینیک و شفاخانه ما مسئول نباشه، مارکت و بازار ما مسئول نباشه، روی سرک ما مسئول نبوده باشه، ما چطور تاکید بکنیم که بیان بریم به طرف انتخابات؟ درست است انتخابات یک اصل است، درست است انتخابات یک پروسه ملی است، ولی این صلح است که این پروسه های ملی و برنامه بزرگ و انکشافی را میدانه زمینه ساز. اما ما بگیم بحران، ما فکر میکنم ما در عمق بحرانیم، نگویم که ما بحران آماده نیست. با ورته محل دلته راټول سیاسونوایي هغه انتخابات چې په افغانستان کې د نفاق لامل کیږي او هیواد د جګړې لور ته وړي په اړه تجدیدي نظر په کار دی. هغه انتخابات چې مقصد به نهایت یو خبر وي، بیان و افغانستان فلاکت و بدبختی و نفاق و شقاق سره مخ ته کیږي، شمال و جنوب خود نخواسته تینه جوریږي، قومی تزادونه او نور فتنه تن جولیگی، نو خبدایی چه او تجد نظر پو که وکو انتخابات دا جنگ نورم تودوائیشی ترسو چه سول را نشی لکه امیر صاحب چه ویلی دا جنگ نشی داری دلی. دغه سیاسی او جهادی مشران وای چه دا سول پاڑا پا یوی ترح او میکانیزم کار کوي او اجازه نور کوي چه دولت دا سول پروسا انحصار کری.